خب صفحه لیست مقالات و دیتیل رو با هم ساختیم، بریم بخش اد آرتیکل هم با هم بسازیم. یه آرتیکل اینجا می نویسیم و میره توی دیتابیس. اندپوینتش چیه؟ میگه که به این مسیر درخواست پست بده با این دیتا. خب بریم همین کار رو انجام بدیم. من همین صفحه مثلا لاگین رو نگه میدارم چون از کداش میخوام استفاده کنم و همچنین از صفحه اد که اینجا بازش میکنم. اگزیوز رو باید همین ابتداش ایمپورت کنیم به این صورت و میگیم که بعد از اینکه اون متغیرها رو گرفتی ببینیم چیکار میکرد. میومد لوکال استوریج رو میگرفت و آرتیکل هاشو. دیگه حالا این تیکر رو نیاز نداریم، آرتیکل هم اینجا نیاز نداریم، فقط تایتل، دسکریپشن و کانتنت. بعد میومد چیکار میکرد؟ میگفت یه آرتیکل اینا باشه، تایتل باشه، اسلاگ باشه، دسکریپشن باشه و کانتنت باشه. اینا که اوکیه. بعد میومد مثلا به آرتیکلز پوش میکرد، نیاز ندارم، دیتابیس اضافه میکرد و این چیزا که به اینا رو نیاز ندارم آخرش، ولی میخوام حتما برام اون صفحه رو عوض کنه. حالا این وسط میخوام اون درخواست اگزیوس خودم رو هم بزنم و بگم که بیاد اون آبجکتی که اینجا ساختیم، آرتیکل رو ساختیم، پوش کنه و اضافه کنه به دیتابیسم. برای این کار میگم که همون کدی که توی لاگین داشتیم همین میتونه مناسب باشه. همینو کپی میزنم و میگم که به این صورت اینو اینجا برام قرار بده، درخواست پستم به مسیر آرتیکل باشه، آبجکتم هم آبجکت همین آرتیکلی باشه که اینجا ساختیم و حالا دیگه اینجا رو فعلا نیاز نداریم. همین میگیم که اگر کارها درست بود بیاد برامون روتمون رو عوض کنه و پوش کنه، ولی اگر ارور داشتیم حالا بگم چه کارهایی انجام بدیم. دوباره میتونیم یه متغیری بسازیم تحت عنوان مثلا ارور که باشه فالس به این صورت و بگیم که اگر اروری بود بگه this.error مساوی باشه با something went wrong به این صورت و بگیم که اینجا که فالسه، اینم که یه مقداری داره. حالا میتونیم به جای این بنویسیم همون true و متن ارورمون رو خودمون در صفحه قرار بدیم. بگیم چی؟ بگیم که اگر اروری وجود داشت همینجا بالا بیاد یک دیوی برامون قرار بده، ویدش ایف مساوی باشه با ارور، یعنی اگر ارور بود این باکس اجرا بشه، کلاسش باشه alert، alert danger و اینجا بنویسه something went wrong. خب اینم از این. به نظر کارا درست میاد، من که نکته خاصی نمیبینم. خب توی این صفحه میایم و مثلا یه تایتلی رو مینویسیم، چی بگم، مثلا write new مثلا article، بعد اینجا مثلا یه چیزی بنویسیم مثلا article، بعد اینجا هم تو کانتنتش چهار تا بنویسیم article. یه بار کنسول رو هم باز میکنم، روی add article میزنم، اون article توی write new article برام اضافه شد. بیام هم میبینم که اینم اینجا اضافه شده به همین شکل و اگر مثلا یک اروری پیش میاد، مثلا چه اروری میتونیم ایجاد کنیم اینجا، پسی که میخواد مثلا بهش request بده اشتباه باشه. یه بار دیگه من صفحه add رو باز کنم، مثلا بگیم که بیاد درخواست پستش رو به یه همچین مسیری بزن که اشتباهه. اگر بیاد اینجا داده هایی رو بنویسه به این شکل و روی اد بزن ببین چه مشکلی پیش میاد، میگه something went wrong. چرا؟ چون اون پس وجود نداره، به مشکل خورد و سر همین هم میاد این ارور رو بهمون میده. ولی اگر این پسش رو درست کنیم، یه بار دیگه مثلا یه همچین آرتیکلی رو تست بزنیم، برامون ساخته میشه و خیلی هم خوب و عالی میمونه. صفحات ادیت و دیلیت که اونا رو هم توی ویدیوهای بعدی با هم انجام میدیم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، چنل یوتیوب هم سابسکرایب کنید.